سلام دوستان عزیز، درس جدید ما که هست درباره حافظه کامپیوتر و یا کامپیوتر میموری می باشد، که در اینجا دوستان عزیز ما به انواعهای حافظه کامپیوتر و به خود حافظه کامپیوتر چی میشیم معرفی میشیم. خب حافظه کامپیوتر در برگیرنده از دو چیز می باشد و یا در برگیرنده دو بخش است، یکی پرایمری میموری و همچنان دیگرش هم سیکندری میموری. پرایمری میموری به نام حافظه اولی و همچنان به نام حافظه موقتی یا تمپوراری همچنان یاد میشن، و سیکندری میموری حافظه دومی و یا همچنان به نام پرمننت یاد میشن، پرمننت میموری یعنی حافظه دائمی یاد میشن. که پرایمری میموری یا حافظه اولی که از در برگیرنده یا متشکل از دو چیز است، یکی رم و دیگرش هم روم، و سیکندری میموری که هست در متشکل از چندین بخش می باشد، یکی هارد مثلا به طور مثال HDD یعنی هارد دیسک، CD یعنی کامپکت دیسک، DVD فلاپی دیسک و همچنان بلوری. خب هارد دیسک طوری که همگیتان بهش آشنایی دارین، هارد دیسک یک نوع از وسیله حافظوی است که در او ما میتونیم بسیار معلومات زیاد را در او چی کنیم، جایگزین بسازیم، و همچنان CD و DVD همچنان از یکی از وسایل حافظوی کمتر میباشد که در وسط از این ما میتونیم که معلومات را در داخل از اینها چی کنیم، جایگزین کنیم و شکل دایروی دارن. و فلاپی دیسک که در سابق بسیار زیاد استفاده میشد یک نوع چپ هست که در او ما میتونستیم که میتونیم معلومات رو در او چی کنیم، جایگزین بسازیم. اما فعلا نسبت به HD و CD و DVD و USB فلاش درایو کمتر استفاده میشه. خب میایم سر واحد اندازه گیری حافظه کمپیوتر. حافظه کمپیوتر توسط چی اندازه گیری میشه؟ حافظه کمپیوتر توسط بایت اندازه گیری میشه. ببینید کمپیوتر میموری از میجورینگ بای بایت. حافظه کمپیوتر چی میشه؟ اندازه گیری میشه توسط چی؟ توسط بایت. اینجا همچنان انواعهای مختلفی از چی است؟ از بایت، از حافظه، از عناصر حافظه کمپیوتر میباشه. و مثلا بایت، بیت، بیت که از کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه کمتر می باشه، که که 8 بیت ما مساوی میشه با چی؟ با 1 بایت، که بایت هم یکی از واحدهای اندازه گیری حافظه کمپیوتر می باشه، و بعد از او به شکل مسلسل کیلوبایت می، بعد از او مگابایت، گیگابایت، ترابایت، که 1024 بایت ما مساوی میشه با 1 کیبی و یا 1 کیلوبایت، که 1024 کیبی ما مساوی میشه با 1 ام بی و یا 1 مگابایت، و 1024 مگابایت ما و یا 1024 ام بی ما مساوی میشه با 1 گیگابایت و یا 1 جی بی، و نظرتر از او چی می، 1024 جی بی ما مساوی میشه با 1 ترابایت و یا با 1 تی بی. اما تو به شکل لازمی مسلسلا ادامه پیدا میکنه. خب میموری آر کلاسیفاید اینتو تو تایپس. حافظه کامپیوتر تقسیم بندی شده به دو بخش که قبلا براتون گفته بودم، پرایمری میموری و سیکندری میموری. پرایمری میموری یکی از حافظه های کمپیوتر است که به شکل گفتم به شکل چی است؟ به شکل موقتی می باشه، که در این ما میتونیم که چی کنیم؟ در این ما معلومات را به شکل موقتا میتونیم در این جا به جا کنیم. یعنی وقتی که کمپیوتر ما وقتی که روشن میکنیم، وقتی که یک معلومات در داخل کمپیوتر میندازیم، تا وقتی که او را ما سیو نکردیم در کجا میباشه؟ در حافظه اولی یا در حافظه موقتی کمپیوتر میباشه. اگر در این حالت کمپیوتر خاموش شود، او وقتی که پس ما رو دوباره روشن کنیم، او معلومات دوباره به دسترس ما قرار نمیگیره، چون به خاطر که او در حافظه موقتی کمپیوتر میباشه. وقتی که کمپیوتر گل میشه در او حالت، معلومات از حافظه موقتی کمپیوتر خارج میشه و یا پاک میشه. وقتی که ما دوباره کمپیوتر رو روشن کنیم، نمیتونیم که از اون معلومات دوباره استفاده کنیم. و اینمی حافظه کمپیوتر که از این نوع حافظه کمپیوتر به دو نوع میباشه، یکی رم و دیگه ایشام روم.
رم خلاصه از راندوم اکسس میموری هست که یکی از وسایل حافظوی کامپیوتر می باشد که این هم به نام یک نوع از پرایمری میموری هست که این در کجا جابجا شده؟ در مادربرد جابجا شده و تمام معلومات را توسط از چی میکنیم که در داخل کامپیوتر وقتی در داخل رم چی میشه؟ جاگزین میشه. وقتی که ما تمام معلومات را در داخل کامپیوتر استفاده کردن میریم در حال وارد کردن ازی از این تمام ازی چی میره؟ در رم میره. وقتی که یکی در رم رفت هنگامه که تاکی رو ما رو سیو نکدیم او در رم میباشه. وقتی که کمپیوتر که گل شد اونو مو معلومات از رم پاک میشه و دوباره وقتی که چالان کردیم کمپیوتر او معلومات رو که قبلا ما وارد کرده بودیم در رم موجود نمیباشه. پس از این خاطر این رو به نام حافظه موقتی یاد میکنن. در بخش دیگرش روم همچنان ای به نام رید اونلی میموری یعنی از رید اونلی میموری گرفته شده است که این همچنان یکی از حافظه های کامپیوتر می باشه که در این ما می توانیم که چی کنیم فقط بخوانیم معلومات را دیش می توانیم که معلومات را دیزی بخوانیم و نمی توانیم که ایره چی کنیم چنج کنیم و یا در او کدام دسترسی مختلف داشته باشیم و این همچنان به چند نوع می باشه؟ به سه نوع است. یکی پی روم، ای پی روم، ای پی روم. خب میریم سر پی روم. PROM known as programmable read only memory. In this when the data is stored then we have no right to change or alter any data to it. ببینید اینجا گفته که در این نوع پروگرام و در این نوع آله ما نمیتونیم که چی کنیم چنج تغییرات بیاریم و alter any data و چی کنیم متغیر بسازیم چی را دیتا و یا معلومات را. درست است؟ پس این را به نام PROM یعنی Programmable Read Only Memory که این یعنی قابل چنج نیست، فقط در این میتونیم که معلومات را بخوانیم. درست است دوستان عزیز؟ پس در این نمیتونیم، در PROM نمیتونیم که معلومات را چنج کنیم و یا تغییرش بدیم. از او از EPROM. EPROM یعنی Erasable PROM یعنی Erasable Programmable Read Only Memory. دهی که هست ما میتونیم که چنج کنیم معلومات را چنج کنیم توسط چی؟ توسط آلترا ویولت ریز یعنی توسط شعاهای آلترا ویولت ما میتونیم که چی کنیم؟ دیتا را چنج کنیم و یا پاکش کنیم از چی؟ از پی روم هرگاه وقتی که ای پی روم نامش دیدین باید بفهمین که Erasable Programmable Read Only Memory و یا Erasable PROM است که ای توسط از ای و یا ای یک نوع آله حافظوی است که توسط از ای ما میتونیم که معلومات را هم پاک کنیم و هم تغییرش بدیم. درست است؟ و ای همچنان قیمت تر است نسبت به Programmable Read Only Memory. و بخش سومش که است که Electrically Erasable PROM یعنی EE PROM Electrically Erasable PROM. ای همچنان یک نوع از روم می باشه که در ای همچنان می توانیم که معلومات را پاک کنیم اما توسط چی؟ توسط Electrical Charge یا توسط چارج های برقی ما می توانیم که چی کنیم معلومات یا دیتا را پاک کنیم. در ای پی روم چی بود؟ در ای پی روم ما می توانستیم توسط شعاعات الترا ویولت پاک کنیم اما در ای پی روم ما می توانیم که توسط چارج های الکترونیکی چی کنیم؟ معلومات را پاک کنیم. و در اینجا ببینیم گفته که which can be erased by electrical charges. Electrical charges یعنی چارج های برقی. ای پی روم can be erased one byte at any time rather than erasing the entire chip by ultraviolet rays. میگه در EEP روم که است ما میتوانیم که یک بایت را در یک زمان چی کنیم؟